من قطعش کنم. با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تجدید دیدار با دوست گرامیم آقای سعید بهبهانی. امیدوارم که تلویزیون میهن همیشه مثل خود میهن پایدار بمونه به یاری و کمک عزیزان که واقعا یک تلویزیون بگم که صدای میهنه، صدای آزادی میهنه و در هر حال بایستی پایدار بمون. عرض خدمتتون، من طبق معمول باز راجع به اشعار فلسفی خیام صحبت خواهم کرد و بعد یه نامه ای که دوست بسیار عزیزم آقای مهندس منوچهر برومند راجع به زنده یاد نزیه نوشتن، ادیبانه، نامه ایست ادیبانه و واقعا ایشون ضمن این که مهندس و متخصص هنر و نقاشی و این آثار عتیقه هستن، در ضمن یک ادیب عریبند بدون تردید. من از دوستیشون بسیار خوشحالم و مفتخرم. بعد راجع به این دیروز، یعنی روز 10 اکتبر، روز جهانی مبارزه با اعدامه و راجع به خود اعدام و این مسائل و این که آیا با کشتن و فی القصاص حیاتون یا اولوالالباب درست امروز یا نه، در اون معیارهای قدیم تردیدی نداشت که در جامعه سنتی که انسان به اصطلاح مفهوم حقوقی و آزادی رو نمیدونست، اصلا وجود نداشت، معنی نداشت، اون موقع ها کاربرد داشت، درست بود، خطا نبود، از قانون ها مرابی تا بعد. ولی الان این رو بررسی بکنم. به هر حال من راجع به خیام، از اشعار نجومی خیام شرحشون تمام شد، به اشعار فلسفیش رسیدیم و فلسفه کار راحتی نیست. دوستان عزیزی به من زنگ زدن که این بحثایی که میشه کمی باز بشه و خب فرصت خیلی زیادی در تلویزیون نیست که برای این مسائل آدم خیلی بست بده. خیام یک شاعر عادی نیست، یعنی شاعر نیست، فیلسوفیست که زبان شعر رباعی رو برای بیان مفاهیم عمیقش برگزیده. شاعری نیست که فرض بفرمایید که خیلی خیلی قوی باشه مثل نظامی، به مفاهیم نجومی و فلسفی هم تسلط داشته. اینجوری نیست، برعکس، فیلسوفیست که به زبان شعر، اون هم با گنجوندن دریا در کوزه، یعنی در یک رباعی به صورت استدلالی سخن رو بیان. خیلی کسی که به خیام خیلی شبیه به نظر من نیچه است، همانند خیام. ظاهر شعرش مثل ظاهر سخنان نیچه خیلی چیز عادی به نظر میرسه، آدم فکر میکنه که خب خون تموم شد. ولی وقتی بدونیم که نیچه یه فیلسوفه، خیام هم یه فیلسوفه، اون وقت بایستی تو شعر تعمق کرد و وقتی تعمق میکنید تناسب کلمات، معانی کلمات، ارتباط اونها با هم دیگه، یه مرتبه ما رو به یه جهان جدیدی میکشه. و همچنان که اگر در افکار نیچه به اصطلاح میبینیم که یک چیز عمیقی خفته و وقتی شکفته میشه، یه مرتبه میبینیم که جهان دیگه ای رو که نامحسوس بود در عالم فلسفه، از جمله جنبه روانشناسی فلسفه، به روی ما گشود و به قول نیچه فلاسفه چین عنوان ملکون میکنن که عقایدشون از یک بیغرضی و استدلال صرف ناشیه به نقل به مضمون میکنن
ولی دقت بشه میبینیم که اونها خواست دلشون رو با یک لباس استدلالی پوشوندن. این پرده رو برای ما نیچه کنار میزنه. عیناً در رباعیات فلسفی هم تو در رباعیات نجومی خیام نیست، ظاهرش یه رباعی است، اما در واقع چون که عرض کردم دریایی در کوزه گنجانده شده، پیامی داره که مشخصه معمولاً چهارتایی گاهن ستایی توشه، یعنی شکاکیت و لاعدریت توشه، که اونچه که به صورت قطعی در فلسفه یا بگم عقاید دینی و فلاسفه دینی و یا فلاسفه مادی در مقابل اونها در عصر خیام بیان شده، هر دو با دست هرانچه گفتن بیسار حقیقتی که شخصیتی در حد خیام رو قانع کنه درشون وجود نه. و بنابراین چون با تراژدی مرگ روبرو هستیم خوش باشیم. می هم که وسیله کفرآمیزی است از نظر دین، به این دلیل این سمبول انتخاب شده برای خوش باشی، برای زیستن در خوشی، زیرا تو ذره‌ای غافل نادان که تو را در خاک نهند و باز بیرون آن، باز آمدنت نیست چو رفتی رفت. این پیام خیلی بنابراین خوش باشیم به این دلیل. علاوه بر عرض کردم اون مشخصاتی رو هم که استاد بزرگ پیش کسوت این مسئله زنده یاد محمد مهدی فولادمند در کتاب بسیار ارزنده و بسیار ناشناخته ای که از همین تلویزیون میهن شاید برای اولین بار به این صورت معرفی شد به نام خیام شناسی، علاوه بر اونها این خصلت ها هم که گفتم که لاعدلیت و شکاکیت حالت استدلالی داشتن که معمولا رباعی بیت اول رباعی طرح مسئله و بیت دومش نتیجه گیریه اونه، و دعوت در واقع به اصطلاح فلاسفه زمان خود رو نظیر متکلمین زمانش، یعنی اونهایی که به دین رو چیز میکنن، معاصر غزالی هم هست، بزرگترین متکلم تاریخ اسلامه، اصلا جهان اسلامه، به چالش میکشه و در واقع در اون عصر ایمان و تقلید و تاریک اندیشی یعنی قرون وسطا در واقع که بعد از خیام در واقع عصر خرد اسلام تموم شد به وسیله غزالی که پیش کسوت آقای خمینی و خمینی هاست در واقع شروع شد و با حنبلی ها و اشاعره تکمیل گردید و در تشیع صفویه، دوران صفویه به اوج خرد ستیزی خود در این معنای آزاد فلسفی رسید. خیام شعرش رو با ایش نماینده اونه. متاسفانه به اصطلاح اونچه که توسط معتزله و فلاسفه بگم که بزرگی نظیر الکندی و ابن رشد به صورت کامل و ابو نصر فارابی و ابن سینا و سهروردی مقتول به صورت ناقد مطرح شده بود، به اصطلاح دیگه بعد از غزالی اینها فراموش شد، از به صورت یک زنجیره‌ای که با هم در ارتباط بود و هم دیگر رو تکامل می‌بخشید یا توسعه می‌داد از بین رفت. من در واقع یه رباعی از خیام خواهم خوند و اون رو باز خواهم. من ظاهر تمام کلمات دقیقا من ظاهره، من ظاهر نیستی و هستی دانم، من باطن هر تراز و پستی دانم. از نیستی و هستی فقط ظاهرش رو میتونه خیلی، در حالی که فراز و پستی رو باطنش هم میدونه. پرش چیه؟ خواهم گفت. با این همه از دانش خود شرمم، تا
دیگر مرتبه ای ورای مستی. این شعر فلسفی و بسیار مشکل، مثل نیچه ظاهرش ساده و باطنش مشکل، ناظر به مقوله هستی و نیستی که مقوله تناقضه از یک سو هست، و از سوی دیگر ناظر به مقوله که اونو خوب میدونه ادعا میکنه تراز و پستیه، که به مقوله تضاد مرد. در اندیشیدن بر این شعر خیام بود که من به یک مقوله ای برام باز شده که میخوام برای اولین بار در همین تلویزیون این موضوع رو بیان کنم. خیام که سخنسنجی ادیب در این حال فیلسوفی عالم، اون هم عالم از نوع ریاضی، با یک استدلال منطقی در واقع به ما نکته ای رو بیان میکنه که اندیشیدن روش هنوز گرهگشا و بسیار مشکله. آیا هستی و نیستی چیه؟ که خیام فقط ظاهر اونو میده، یعنی از باطنش خبر داره. به منظور از پستی و بالا و پستی چیه که باطنش هم میدونه، ولی در این دونستن ظاهر هستی و نیستی و در دونستن باطن فراز و پستی، به احتمال قوی اشاره به آسمان و زمینه، سندشم میگم، خیام در واقع میگه که با این همه دانش شرمم باد که مرتبه‌ای ورای مستی بدونم، یعنی ورای خوشباشی آگاهانه در مقابل اون تراژدی مرگ و نیستی. و شرابم انتخاب شده که از حوزه مذهب خارج، ولی شادیست که این دمی که وجود داره به طلب که عالم دمیه، اون در واقع با یک سمبولیه که بایستی از اون چارچوب تراتر. من این مقوله‌ای که بیان میشه در اشعار فارسی که اندکی تفرس و تفحص کردم، نکاتی رو درش پیدا کرد، اما هیچ کدوم گهگاه شعرا این نکات رو بیان میکنن بدون اینکه عرض خدمتتون اون عمق مسئله شکافته شده باشه. از جمله در فردوسی به همین شعری که از خیام خوندم که من باطن هر فراز و پستی دانم، به این فراز و پستی اشاره شده و در ضمن به هستی و نیستی هم اشاره شده، اما هیچ کدوم اون رسائی که در این باطن و ظاهر بیان شده، اون چه که نقل خواهم کرد، نمی رسونن اونجوری که کلاسه بشه و برای امروز ما اینجوری بیندیشیم و معنی شعر خیام رو به درستی اونجوری تفسیرش بکنیم. قاطی میشن الان موضوع رو میگه. فردوسی میگه خداوند بالا و پستی توی، ندانم چه هرچه هستی توی. هرچه هستی رو هم، یعنی هر چه که هست هست خدا، یا هر چه تو هستی خودی، هر رو تفسیر ازش قابل استنباط. هم هر چه که هست و وجود دارد خداست،
نمیدونم اون خدا چیه، ولی هرچه هستیه خدا. جامی البته اینو تفسیر کرده که اونو در آخر بر حسب ترتب زمانی میخوام بگم، بیان خواهم کرد. به قول اون شاعر گفت: هرچند که لانبی و بعدی در شعر ستم پیامبران، فردوسی و انوری و سعدی، قولیست که جملگی برانم. گفتن نظامی گفت اون خداوند سخنه پیغمبر. نظامی که به اصطلاحات یه مقدار بیشتر یعنی عمیق‌تر نجومی و چیزهای فلسفی هم تا حدود زیادی وارد بود، این رو به این صورت به اصطلاح چیز: ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شد. همه هستی از خدا پیدا شد. تناقض داره البته ها با اون چی که خیام. خدا خالقیست جدا از هستی، هستی از خدا پیدا شد. و خاک ضعیف که نظامی در این شعر بسیار عمیقش که در از مخزن الاسرارشه چندین بار راجع به خاک به اصطلاح اونجا اشاره داره، آخرش هم میگه: بنده نظامی که یکی گوی توست، در دو جهان خاک سر کوی توست. و الی آخر. و مولانا البته تو این شعر نظامی: ما به تو قائم چو تو قائم بزار، هستی تو بله زیرنشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بزاد، هستی تو صورت پیوند نه، تو به کسی کس به تو مانند نه. و الی آخر البته خیلی مفصل. و خاک به فرمان تو دارد سکون، قبه خضرا تو کنی بیستون. اینه بدون ستون مثلا این آسمان. پرده برانداز برون آی فرد، گر منم آن پرده به هم در نورد. و الاخر طولانیه. و جوهریان راز عرز دور کن، کرسی شش گوشه به هم در فکن، منبر نه پایه به هم در فکن. الاخر ظلمتیان را همه بی نور کن، جوهریان را زعرز دور کن. و این شعر به هر حال مولانا جلال الدین که بعد از نظامی اومده عمیق‌تر میگه ما عدم‌هاییم، خیلی دقیق. هستی ها نما، هستی نیست ما، عدمیم. هستی ما ظاهرا مثل هستی است، تو وجود مطلق و هستی. ما چو شیرانیم، شیران علم، حمله من از باد باشد دم بدن. اون شیر علم هم که تکون میکنه مثل اینکه حمله میکنه. حمله من پیدا و ناپیداست باد، جان فدای اون که ناپیداست باد، که اون هستی مطلق. مولوی خیلی نزدیک به واقعیت شده در این موضوع که به اصطلاح چی. به نظر من خیام در این رباعی به اصطلاح اولا یک نکته بگم اساسی رو که در مقوله منطق و فلسفه اسلام به صراحت و دقت بیان شد، در اروپا نتونستن اون رو که از دنیای اسلام گرفتن اون صورت بیان کنن، مقوله جدا کردن تناقض از تضاد. ان نقیزان لا یجتمعان و لا یرتفعان، دوتا نقیز با هم جمع نمیشه، هم دیگران مرتفع نمی کنه. و زدان
لا یجتمع و قد یرتب، دو تا ضد با هم جمع نمیشه مثل سیاه و سفید، ولی هم دیگر رو مرتفع میکنن میشه خاکستر، در حالی که دو تا نقیض مثل هستی و نیستی نه با هم جمع میشن نه هم دیگر رو میتونن مرتفع کنن. بنابراین اون ارزش های افلاطونی نیک و بد، حقیقت و مجاز و زشت و زیبا، عدالت و ظلم، همه اینها مقوله های تضاد نه مقوله تناقض. مقوله تناقض فقط به هستی مربوط، در هستی یک چیز یا هست یا نیست، یک چیز نه، یا هستی وجود داره یا نیستی وجود. هستی نمیتونه، این اولین بار ابن رشد فیلسوف بزرگ عربی اسپانیا گشود که بسلا من ثبت قدمه و امتنع عدمه، هر چی که قدیم بودنش ثابت شده یعنی وجود، غیر ممکن ما نابود بشه و معدوم بشه، وجود نمیتونه از هستی بیرون. بنابراین بیایم ببینیم که هستی چه جنبه ای داره. دو جنبه داره، یکی هستی بود در مقابل نیستیه، یکی هستی نمودها در مقابل در کنار نیستی اونهاست. در واقع این شعر خیام این اندیشه رو برای من پیش آورد، اندیشیدم روی شعر خیام این صورت که میگم خوشبختانه تلویزیون میخن این رو پخش میکنه، این رو باز میکنیم یکی. من ظاهر نیستی و هستی دانم، یعنی نیستی و هستی مقوله است از تناقض. هستی نمیتونه از نیستی به وجود بیاد، نیستی وجود نداره که هستی از اونجا بود، هستی نمیتونه به نیستی بره، جایی نیست که بره، همه جا هستیه، هر جا بره هستیه. در واقع من هستی ذرات، بگم اون اصل بقا ماده و انرژی رو که اصل اول ترمودینامیکه، اصل اول ترمودینامیک در واقع این یه چهار تا اصل داره، یه اصل صفر که بعدن اضافه شد، سه تا هم اصل داره. اون اصل اول میگه که اصل بقای انرژی و کار یا ثبات، میگه که در یک دستگاه بسته یا بگم بی نهایت که عالمه، بی پایان، در یک دستگاه بسته یا منزوی تبدیل انرژی به کار و یا از شکلی به شکل دیگر در کل اون مقدار انرژی تغییر به وجود نمیاد، در حالی که اصل دوم که اصل بگم شعر بخش دوم خیام که فراز و پستیه و اون باطنش هم میدونه که معدوم شدن پدیده هاست، اون ناظر به اصل دوم ترمودینامیک تصادم. اون چیه؟ اون اینه که تمام روندهای فیزیکی مولکولی در اتم صادق نیست، اصل دوم ترمودینامیک برگشت ناپذیره، هیچ راهی برای برگشت بازگشت به آغاز وجود نداره. در واقع بیان من ظاهرشو میدونم، هرگز به باطن اصلی راه ندارم، و اینجا جاشه که اون کلام عمیق جامی رو که در واقع عارف نیست متفلسف، از نقشبندیه، پیر نقشبندیه هم و سخنشناس، بیان بکنم که میگه حقیق خدا همون هستیه که مولانا هم در اون
شعرش که عرض کردم، ما عدم هاییم هستی ها نما تو وجود مطلق و هستی ما، بیان کرد. جامی بسیار دقیق میگه که حقیقت حق سبحانه و تعالی جز هستی نیست. باز به شعر خیام گویی برگشته، و هستی او را بلندی و پستی نه. ببینید، برگردم به توضیح شعر خیام. من ظاهر نیستی یا هستی دانم، یعنی اینا از مقوله های چون تناقضه. اگر نیستی باشه هستی وجود نداره و نمیشه شناختش نیستی رو، و اگر هستی باشه نیستی وجود داره. این در مقوله اصل بقای ماده و انرژی که اصل اول ترمودینامیک و اصل قانون لاوازی اصل بقای ماده و بعد تبدیل ماده به انرژی در کوانتوم و چیز انشتن ای مساوی ام سی دو بیان شد و مال هایزن مکانیک کوانتیک به جای مکانیک نیوتن. در واقع بنابراین خیام میگه من ظاهرش رو فقط میدونم، من باطن هستی رو نمیدونم. اما من باطن فراز و پستی رو میدونم، زیرا به مقوله تضاد مربوط. یعنی اون جهان هستی همه چی به عدم میره، متولد میشه، رشد میکنه و نابود میشه، فراز میاد و به پستی فرو میره. هم اشاره به آسمان و زمینه، زمین در واقع پسته، زمین اون عرش این فرشه، و هم در واقع تولد و نمو و مرگ. میگه با این همه دونستم که من ظاهر هستی رو میدونم و نیستی رو، و باطن فراز و پستی یعنی تولد و نمو و مرگ حتمی هر پدیده و نمود رو در مقابل بود و هستی میدونم، پیام میگه اما از این همه دانش خودم شرمم با اگر مرتبه ورای مستی و خوشباشی بدون و رهیدن از قیدها. مستی ندانستن آگاهانه، پراموش کردن اون جهل خود و علم به نیستی. به من عدم خواهیم رفتیم به صندوق و عدم یکی با. بنابراین هیچ دانستنی بالاتر از این مستی که ندانستن و بی اعتنایی به دانستنه نیست، اونم آگاهانه. مستی خیام علتش لاعدری بودن خیام، شکاک بودن اوست به آنچه که با یقین بیان شد، خواه در دین خواه در فلسفه. مخاطب خیام مدعیان علم به کشف حقایق، خواه راجب هستی که خلقت میگن از عدم به وجود اومده که اصلا جهل مطلق، این حرف ظاهر شما میدونیم، ما هم فقط هستی رو مشاهده میکنیم، ما در بود هرگز به نیستی راه نده، نیستی وجود نده، نیستی یک لفظیست در مقابل هستی در معنای عمیقه، اونجوری که مولانا اون شعرش ما عدم خواهد. در حالی که در پدیده ها برعکس فراز و پستی دارن، تمام پدیده هستی و نیستی دارن، یه زمان نیستن بعد هستن بعد باز نیست. خیام در واقع اشاره به سطحی بودن دانایی های زمانش میکنه که من با این همه از دانش خود شد با علم میگم گر مرتبه ای برای مستی. بنابراین هستی ناظر به بودن است،
و به قول ابن رشد نیستی امکان ندارد باشد. خدا هم نمیتونه به قول ابن رشد از نیستی هستی به وجود بیاره. هستی هر جا بره هستی میکنه، هستی نمیتونه از نیستی به وجود. اصلا کسی که این حرف رو میزنه نمیفهمه که داره چی میگه، بیمعنیست. پس نیستی مربوط به نمود است، نبود. بودن در هستی است همیشه، یعنی میتونه از اون خارج بشه. و آنچه شدن است با تولد و نمو و مرگ و فراز و پستی همراه. ببینید گرفته، قیاس کنید این شعر رو با همون شعر فردوسی، ببینید چی توشه. من که میگم که ملتی که خیام داشته باشه بره دنبال شاعر دیگه به عنوان شاعر ملی خودش، حقشه که گیر آخوند بیاد. بنابراین بودن همون هستی است، هستی در بودن است و نیستی معنی ندارد در بودن. بودن نمیتونه به نابودی بره. و آنچه در ولی شدنه، یعنی پدیده ها، دنیای محسوس، از کهکشان ها بگیرید ستاره ها تا موجودات زنده و انسان، همه در فراز و پستی هستند و تولد و نمو و مرگ. از نمود در مقابل بود، همه نمودها همگی از هستی، نیستی به هستی و از هستی به نیستی میرن. عرض کردم علت این مسئله رو ما الان در دو اصل، اول ترمودینامیک، ما بیان علمی این سخن دقیق خیام رو امروز از نظر علمی میفهم. اصل اول ترمودینامیک، اصل بقای ماده انرژی که با اصل بقای وحدت انرژی به صورت ای مساوی هاشوه ماکس پلانک در 1900 تمام انرژی ها یکی شدن، فرقشون فقط اون نوسانی است که در ثانیه انجام میدن. و با این مساوی MC2 انشتن معلوم شد که ماده هم همون انرژیه، انرژی هم همون ماده است به صورت سکون نسبی و ظاهرا با همون 300 هزار کیلومتر در ثانیه الکترون دور اتم میچرخه، حتی در سرمایه مطلق منهای 273 درجه زیر صفر هم متوقف نمیشه، حرکت مولکولی متوقف میشه. ما هم هرگز به اون سرما نخواهیم رسید. بله. بنابراین این در نمود اصل کارنو. جالب اینه که در قرن 19 هم سعدی بسیار در اروپا مشهور شد. اسم کوچک کارنو سعدیه، کسی که این اصل دوم ترمودینامیک رو پیدا کرد. که هیچ دستگاهی، دوباره تکرار میکنم، وجود ندارد که در تبدیل انرژی به کار حرارت از دست ندارد. و هر دستگاهی که از یک منبع انرژی میگیرد و به منبع دیگر که محیط اطرافمون یا فضا مثل خورشید انرژی پس میده، محکوم به پیری و فناست و نابودی تمام ستاره. همچنان که ابن رشد بیان کرد، هستی اصیل و واقعی و نیستی اعتباری و فاقد اصالت. بنابراین شعر مفهوم شد: من ظاهر نیستی و هستی دانم، من باطن هر فراز و پستی دانم. بنابراین اولی به بود و هستی و مقوله تناقض مربوطه، هستی در مقابل نیستی، و دومی به نمود و رشد، تولد و نمو و مرگ و نمود مرگ. خیام باطن این نمود رو میدونه ولی ظاهر اون بود رو میدونه. ببینید چقدر دقیق. بعضی از نسخه برداران که مفهوم عمیق شعر رو نفهمند، جای اینا رو گاهن عوض کرد، نمیشه فقط. همون فقط ظاهر هستی و نیستی رو میدونه مثل هر انسان، ولی باطن فراز و پستی رو میشه دونست که پدیده ها هست.
به قول انشتن میگه که ما در شناختن ذات ماده تقریبا در تاریکی مطلق قرار داریم. در کتاب به اصطلاح سیر تکاملی علم فیزیک یا خلاصه فلسفی نظریه انشتن گفت. بنابراین خیام در ضمن یه بار گفتم و باز تکرار میکنم، اصالت ماهیتیست نه اصالت وجودی مثل مولانا. عرض کردم در نامه ای که به سال 473 هجری در 32 سالگی به قاضی القضات فارس ابن طاهر ابان می نویسد، ترجمه کاملش چی می نویسد؟ وجوب یعنی واجب الوجود، وجود امکان و امتناع از امور اعتباری یعنی فاقد اصالت. فاقد اصالت رو من اضافه، آنها وجودی در اعیان یعنی واقعیت ها ندارند. همینطور وجود و عدم هم ایزن از اعتباریات هم. الوجود و العدم ایزن اعتباریان، این عبارت خیلی. این نفی اصالت وجود و عدم هم. و قبول اصالت ماهیت یعنی اینکه وجود اعتبار خود را از ماهیت خیش کسب می‌کند. بنابراین من اینجا سخن رو پایان میدم، این شعر رو به تیمم یه بار دیگه میخونم. من ظاهر نیستی و هستی دانم، من باطن هر تراز و پستی دانم، پدیده ها و آسمان و زمین و تولد و مرگ، با این همه از دانش خود شرمم با گر مرتبه ای ورای مستی دانم. بسیار آموزنده است و البته کمی سنگین. اون دوست عزیزی که به من اشاره فرمودن، من قاصرم، بیش از این بیانم قادر نیست، بیش از این باز بکنم. به هر حال امیدوارم اهل اشارت این بشارت رو به قول حافظ توجه. روز عرض خواهم نامه ایست که دوست گرامیم آقای برومن به یاد زنده یاد حسن نزدیک، منم تصدیت گفتم اون موقعی که آقای بهبهانی برنامه ای داشت در مورد این، عجیبانه است، بسیار ممکنه برای بعضی جاهاش کسی موافق باشه مخالف باشه، ولی بسیار کم نظیر خود متن این ارزشو داره که زنده علاوه بر یاد زنده یاد نزدیک حسن نزدیک اینو بخون. آقای برومند جزید جز نزدیک اصفهان به اصطلاح زبان خاصی هم دارن به اصطلاح و در به پشتونی یه چیز خاصی، زبان خاصی، ولی به هر حال در شعر فارسی ایشون واقعا یکی از صاحب نظرهاست، منتها همیشه خودشون رو مخفی میکنن و ظاهر نمیشن. حسن نزدیک چشم از جهان فرو بست و در گورستان کوبووا مجاور همان شهرکی که در حومه پاریس ساکن بود، پس از بیش از 30 سال مهاجرت اجباری و دوری رنجاور از وطن معروف خود، روی در نقاب خاک کشید. او از کاروان سالاران نسل ملی معاصر، مردی پایبند به آرمانهای ملی و دوستدار فضیلت و آزادی که دوستیش از حدود الفاظ و مفاهیم ذهنی فراتر می‌رود. شوق اصلاح اجتماع و محبت عموم او را به کشش و کوشش‌های بی‌محابا برمی‌انگیخت. گردن فرازی‌های گردنکشان لجام گسیخته دشمن آزادی و متجاوزان به حقوق حق ملت را بر نمی‌تاب. دلیر و بی‌پروا به میدان مبارزه خطرخیز قام می‌نهاد که اگر به حصول مقصود می انجامید متضمن منفعت عمومی بود و اگر به انجام نمی رسید برایش تبعات گرانبار شخصی داشت.
در جهت استقرار عدالت و کسب آزادی و تأمین رفاه ملت با ظالمان ستم گستر مبارزه می کرد. عقایدش را به روشنی می گفت. هنگامی که پای مصالح مردم به میان می آمد، از مصلحت اندیشی های عافیت طلبانه چشم می پوشید. در راه آزادی ملت و نیل به استقلال واقعی کشور از همه چیز خود می گذشت. از این رو نزد مردم محبوب و محترم بود و حاله اعزاز و نیکنامی او را دربر می گرفت. او که 15 سال پس از انقلاب مشروطیت در خاندان مبارزان آذربایجانی در شهر قهرمان پرور تبریز این قلب تپنده ایران پا به عرصه هستی نهاده بود و در کانون خانوادگی درس ایران دوستی و پایداری و سرسپردگی به آرمانهای ملی آموخته بود، در حالی که هنوز در سن جوانی به سر می برد، به سائقه خوی و خصلت جوانی می بایست قاعدتا مسحور تبلیغات کیشوری می شد. به پیروی از سنت سنیه ایران مداری خانوادگی، این وقوع واقعه آذربایجان بر علیه دسیسه تجزیه طلبانه فرقه دموکرات که به اغوای توسعه طلبی های استالین در صدد جدا کردن آذربایجان از پیکر مامنی هم بود قیام کرد و از حزب ایران نیست که با حزب توده مؤتلف شده بود بیرون آمد. در جریان نهضت ملی شدن نفت، در سلک مدافعان استیفای حقوق حقه ملت، به حمایت همه جانبه از نهضت ملی پرداخت و با پیشوای بزرگ ملی همکاری های حقوقی کرد. به محض وقوع کودتای 28 مرداد از پای ننشست، در نهضت مقاومت ملی وارد شد. فرمانبر داخلی و فرمانده خارجی را به چالش کشید. مقارن محاکمه فرمایشی دکتر مصدق در تنظیم لایحه دفاعیه او شرکت جست. هنگام انعقاد قرارداد تحمیلی کنسرسیوم، در رد قرارداد و مغایرت آشکار با قانونی شدن صنعت نفت رساله نوشت. عاقبت به جرم مخالفت با سیاست استعماری و ایادی داخلیش به ترک سازمان بیمه های اجتماعی و منع مشاغل دولت محکوم شد، محکومیت یافت و پس از سالها مبارزه، هنگامی که در پی سقوط حکومت شاه بارقه استقرار حاکمیت ملی درخشیدن گرفت، امید آن می رفت که ایران بر سعادت و آزادی و کرامت انسانی دست یابد، با اینکه در مقام ریاست کانون وکلای دادگستری و مدیر عاملی شرکت ملی نفت ایران نزیه بر مشاغل مهمی دست یافته بود، می توانست با همرنگ جماعت شدن و برخورداری از امکانات اداری و سیاسی به آسایش و رفاه و آرامش پایدار دست یابد. برخلاف منافع شخصی، نخست در سال اول انقلاب توهین به مصدق بزرگ را بر نتاب، در کمال شجاعت و صراحت در تقابل با رهبر انقلاب اظهار داشت: هیچ کس حق ندارد بزرگ مرد تاریخ کشورمان دکتر محمد مصدق را مورد اهانت قرار دهد. سپس انحراف از اهداف اولیه انقلاب و خطر خودمحوری های مصادره امور را بازگو کرد. تالی فاسد حقوقی مندرج در قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان و مغایرت آشکارش با اعمال حق حاکمیت ملی را برشمرد. روند نادرست دادرسی های دادسراها و دادگاه های انقلاب در محاکمه متهمان را نشان داد. ناهماهنگی های دادرسی های شتاب زده با اصول مدون دادرسی کیفری بین المللی و اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را یادآور شد. لزوم داشتن حق دفاع عادلانه متهمان را گوشزد کرد. ملی کردن شتاب زده کارخانه ها، بانک ها که بازرگان انجام می داد، مؤسسات مهم تولیدی را به زیان کشور دانست. از اجرای مصوبات شورای انقلاب در شرکت ملی نفت ایران به علت عدم انطباق با مصالح عمومی مملکت دوری جز
تا عاقبت که پایداری و سرسختی او تا عاقبت پایداری و سرسختی او موجب شد آماج حملات و افتراها و اتهامات قرار گیرد که مبین ورشکستگی اخلاقی و حقارت ذاتی کسانی بود که نه به تعلیمات و شعائر اسلامی پایبند بودند و نه به تعلقات انسانی و وجه مردمی و کرامت فردی وابستگی داشتند و بر بنیاد خودمحوری های قدرت طلبانه نزیه به جرم ارتکاب بزه وطن دوستی با سبقه تصمیم و عمل آمدانه دفاع از حقوق حق ملت ایران محکوم به مصادره اموال و مجبور به ترک سرزمینی کردند که از جرفای روح و روان به آن عشق می‌ورزید و طالب رفعت مکانیش در عرصه جهانی بود و آرزوی رفاه و سربلندی و آزادی مردمش را در سر داشت. ولی نزیه از بی خانمانی و بی سر و سامانی نهراسید، با گامتی افراشته کولبار مبارزه پایداری را به دوش کشید و تبعات گرانبار آزادی خواهی و ایران دوستی را به جان خرید و به خود و خانوادهش هموار ساخت. چه او قائمه شرف وطن دوستی و اسوه مبارزه با ریا و مردم فریبی و چاپلوسی بود، آزاده دلاگاه که بر آرزوهای تباه چیره شد، رنگ بوی فریبنده زندگی زودگذر را به هیچ گرفت، دروغ و ریا و ریمنی را به نیروی درستی و پاکدامنی از خود دور ساخت، تقوای سیاسی و مالی پیشه کرد، گرد تملک و مزاجگویی و انکار حقیقت نگشت و امروز پیکر بیجان او به ما میگوید منم پیر دیرم که پنداشتم چو مهر وطن در دلم باشتم، به کوی خرد پرچم افراشتم، همه پر گیتی به سر داشتم، به راه وطن سالکی پای بست، غروب و سحر صبح و هم چاشتم، به راه وطن سالکی پای بست، غروب و سحر صبح هم چاشتم، اگر نفس رو بردی زیری منی، لگامش زکت راه برگاشتم، زدودم ز دل نقش هر دل بری، به جز نقش ایران که بنگاشتم، ولی دینم امروز پایان کار، به باغ عمل یعنی آرزو بذر غم کاشتم. و سرسپردگان مکتب آزادی خواهی و ایران دوستی به او میگوین نزی، نام تو در زمره مفاخر مبارز ثبت آزادگی است، دفتر آزادگی است، در پناه رحمت حق آرام و آسوده باش، تو خواجه حسن میمندی، دیگه خواجه حسن ما بودی و به مانند خواجه حسن که وزیر بر تو، اونم اسمش حسنه دیگه، ستم رفت، ستمی که ارمغام آور سرفرازی تو شد، سربلندی و افتخار جاودان از آن تو و سرشکستگی ابدی نزیه حسن میمندی ها و بوسهل سوزنی ها. تاریخ محابا ندارد، نام تو با ترانه جاوید حیات هم نواست، تو در راه سعادت مردم گام نهادی و به مکتب آزادگی و ایران خواهی سر سپردی، ایران تو نیز روزی روی آزادی و آسودگی خواهد دید و نهال آرمان ایران خواهانت به برگ بار خواهد نشست. پاریس 19 سپتامبر 2012 منوچهر برومن. بله، به هر حال این هم نوشته ایشون بود. روز جهانی اعدام و اعدام، من در مورد اعدام اندکی صحبت خواهم کرد و در فرصتی اگر شد اطلاعی هست مون هم اشارتی خواهد. ببینید، از دوران حمورابی که اولین قانون مدون موجود در دست بشره، البته پیش از قانون حمورابی یک قانونی در دست بشر الان دسترسی داریم در الواح سومری به نام قانون نمور. در این قانون که چون جا
جمعیت کم بود، انسان ها هم دیگر رو میشناختن، در اون سرآغاز تمدن بشری سطح جنایت پایین بود و که کم بود تعدادش اصلا قصاص وجود نداره، برخلاف اون که تکامل در واقع در تکامل جامعه بشری و گسترش شهرها، به قول افلاطون که میگه که تعداد شهرها نباید بیش از 5000 نفر باشه و اضافه جمعیت برن یه شهر دیگه بسازن، به محض اینکه جمعیت به 5000 نفر رسید اضافه جمعیت اون شهرها برن یه شهر دیگه بسازن، چون مردم هم میگرن نمیشناسن، جنایت بالا میره. نظر افلاطون در مورد شهرها این، مدینه فاضلش اینجوریه در واقع. این عرض خدمتتون، اونجا در سومر اصلا فقط دیه وجود داره، قصاص وجود نداره. اگه کسی با فلان اصلا عزت چشمش بود کرد پاشون مجبور کرد اینقدر پول بپردازه، اینقدر اگه هم نداشت بره براش مجانی کار کنه تا چیزش دینش در بیاد. اینجوریه، هیچ جا چشم به چشم، گوش به گوش، دست به دست، این پا به پا اینجور وجود نداره. وقتی تمدن پیشرفت کرد، سطح شهرها به سطح حدود چند ده هزار و صد هزار نزدیک شد، مثل بابل و اینا، این در واقع جنایت بالا. حمورابی که 40 سال سلطنت کرده، در 38 سال سلطنتش این قانون رو که 282 ماده است تدوین، بسیار مترقی تر از قانون هم اسلام، قصاص اسلامی است، و هم مترقی تر از خیلی خیلی بیشتر، چون اسلام به نسبت به تورات بهتره، خیلی بیشتر به نسبت به تورات، چون جامعه یهودی بسیار عقب مانده تر از اون جامعه پیشرفته بابل بود، با وجود اینکه بابل حدود تقریبا 1700، اون 1400 سال 500 سال بیش از موسی است، اما جامعه مصری عقب مانده، جامعه یهودی عقب مانده تر از جامعه پیشرفته شهری بابل، اونم در زمان حمورابی. همینطور جامعه عرب مدینه پیغمبر و مکه پیغمبر بسیار عقب مانده تر از جامعه پیشرفته بابل حمورابی. پیغمبر چون تاجر بود، در قانون قصاص این چیز رو در واقع سعی کرده به دیه تبدیل کنه، سعی کرد. اول گفته که وفی القصاص حیاتون، یا بله در قصاص حیات وجود داره، ای صاحبان بصیرت این قصاص رو چیز نکنید، ولی برمیگرده میگه که اگر بتونه پولش رو دیه بگیره بهتر، یعنی پولدارها میتونن پولش رو بدن و قاتل ورثه مقتول از چیزش بگذرن، در واقع بی پول ها محکوم به اعدام میشه. ولی اونجا هم باز عطوفت پیغمبر و چیز تجارتی که لازرر و لازرار فی الاسلام، که قانون عمومی و فقه اسلامی است جز در مورد قصاص، همه جا، یعنی یکی شیشهش کسی رو شکست حق نداره بره شیشهش رو بشکنه، باید بره پولش رو بگیره، که دو تا شیشه در جامعه ضرر و ضرر متقابل در اسلام وجود داره، بسیار قانون مترقی بود. ولی قصاص استثناء کرد. اونجا هم به اون فقیر فقرا میگه که اگر خانواده مقتول کسی که پول نداره اونو ببخشه، خدا از تمام گناهانش میگذره. اونم یه وعده معنوی میده، یعنی روح، از این نظر میگم نسبت به تورات مترقیه، روح قصاص اسلامی بر قصاص نکردن، ضمن این که با اون چشمندازی که در جامعه عرب وجود داره فکر میکنه که قصاص باشه مردم جون هم دیگه نمیفتن که هم دیگه رو بکشن. این از دورکیم پیش اومد، جامعه شناس فرانسه. دورکیم کتابی نوشت به نام سوسید، یعنی خودکشی. دورکیم تو این کتاب نشون داد این الان که اروپا اصلا چیزش پرنسیبش بر اینه که هیچ کشوری نمیتونه، ولی اون که در اروپا قرار گرفته باشه، عضو جامعه اروپا بشه قبل از اینکه اعدام رو لغو بکنه. باید اعدام
آذربایجان هم که مثلا مستقل شد مثل گرجستان و چیز ارمنستان، از اروپا رو از اورال حساب کردن، در نتیجه نه آسیای مرکزی بلکه این ور، یعنی این دوتا ستام افتادن به اروپا که جزء جامعه اروپا باشن، دو فاکتو فعلا قبولشون کردن. اون برگشت گفتش که اونا بلافاصله اعدام رو لغو، ترکیه هم اوجالان رو گرفت عمدن اعدام رو لغو کرد برای اینکه بتونه به اروپا با. باستم بگم پرنسیب دورکم تو این کتاب سوسیت نشون داد که هیچ جامعه ای شما گیر نمیارید که خودکشی وجود نداشت. و این برای اینکه خودکشی رو پایین بیارید اینه که نه تنها بایستی، حمورابی هم متوجه این مسئله است، تو شاهه، یعنی دستش تو کاره، اونه که بهتر از اسلام و پیغمبر اسلام هم در اون 10 سال مدینه بهتر از موسی، چون دستش تو کار بوده، حکومت تشکیل داده بود، متوجه این مسئله هستش که در واقع تناسبی باید وجود داشته باشه بین جرم و مجاز، مثل یه وزن. دورکم میاد خود این مسئله رو مورد نقد میگه هر جامعه هر قد بتونه جرائم کوچک رو ببخشه، تنش در اون جامعه پایین میاد، خشونت در اون جامعه که در ایران میبینید چه خشونتی که ناشی از حکومته، روی مسئله پیچیدن یه راننده جلو اون یکی خون را میاد، باعث این میشه که جامعه آرام میشه. اگر جامعه اینجور باشه خودکشی به مقدار زیادی کم. مثال میزنه از غریزه جنسی، میگه یه غریزه طبیعی بشری مثل خوردن میشه. اگر جامعه این رو نهی بکنه مثل دیرهای کلیسای کاتولیک، غریزه جنسی رو تبدیل به جنایت میکنه بکنه، چون میبینید که الان این آقای پاپ هم اخویش هم هم خودش هم چیز داستانی رو بالاخره در آمریکای لاتین قبول کرد، اخیر الان هم در خود کانادا یک کشیش رو حدود 12 تا یه ورزشکاری، به هر حال این دائما تو این مسائل وجود داره، کشیشا در آمریکای لاتین رو قبول کرد این پاپ کنونی. به هر حال این در واقع شما کاری انجام ندادید، در واقع جنایت از بین نبردید، شما سطح خشونت رو بالا بردید، در نتیجه یک عمل طبیعی و ساده‌ای که براش عروسی میگیریم جشن میگیریم در زندگی عادی، اون تبدیل به یک جرم کرد. بنابراین هر قد جامعه بتونه جرایم کوچک رو ببخشه خشونت پایین میاد، جنایت پایین میاد، خودکشی پایین. جامعه که بتونه اعدام رو ببخشه، در اون جامعه این فکر به وجود میاد که دیگه آدم نکشه، منو نمیکشه جامعه. این اون فکر روی ترسه، جامعه که روی ترس استوار شده باشه، پیغمبر هم همینطور، قصاصش، قصاص حمورابی هم همینطور، که طرف بترسه نکشه. تجربه نشون داده روانکاوی که انسانی که به اون مرحله میرسه یه انسان دیگر رو بکشه، مرد هم جلوشو نمی، درست به این دلیل قصاص باطل. بعد از اونه که علم باز شده و موضوع باز شده و در واقع زنده یاد راشد یک بار از رادیو تهران یک صحبتی کرد که وقتی الان پی بردن که طرف مریض، بیان به جای اینکه شلاقش بزنن مال جشن بکنن، این که بهتره، این خمینی اون موقع بایست جامعه ایران میشد، قیامتی راه انداختن در قوم علیه راشد که بیچاره بسیار خیلی تحت فشار قرار گرفت در یکی از سخنرانی‌هاش. اون موقع علاقه داشتم گوش میکردم، آدم دانشمندی هم بود برحال و روشن بود، اومد یه جوری بیان کرد اون خشونتی که علیهش به کار رفته بود از طرف این توحش خمینی. و اطلاعیه هست که سازمان حقوق بشر، سازمان های حقوق بشر توقف
کمک های بین المللی رو، چون اینا از همه چی میخورن و برای اهداف ایدئولوژیک خودشون مصرف میکنن. اخیراً جالبه در مورد زلزله، اینو قبل از پرداختم به این اشاره بکنم، امریکا سر این مسئله به اصطلاح داستان زلزله زدگان که یه آتش سوزی در اونجا اخیراً شد، یه عده سوختن در جهنم اون چادرهای خامنه‌ای عطا کرده برزنتی که نه در سرما منهای 8 درجه شروع شده و اونجا تا منهای 20 درجه میره، خدا واقعا به عوام میگن به دادشون بده. بله، و اینا هم دارن پروژه اتمیشون رو فعلا تعریف میکنیم و موشک تعریف میکنیم و الاخر و به اصطلاح اون بخشش هاشون. آمریکا در سر همین گفتش این آمبارگو و این تحریم رو من ور میداریم تا 45 روز به خاطر اینکه به اینها کمک رسونده بشه، به زلزله زدگان، ورزگان و هر آقه این. از این نظر کلن دستشون درد نکنه، ولی اینها متاسفانه چیز رو نمیشناسن. این به قول معروف سعدی در خوب اینها رو میشناخت. من اهانت ادب اصله، ولی نقل قول میکنم آخرین بیتشم مخالفم با اعدام، از جمله میگه به خطابش آخوندهای تیپ خمینیه و خامنه‌ای، به آدمی نتوان گفت ماند این حیوان، به جز دراعه و دستار و نقش بیرون بگرد در همه اسباب و ملک و دولت او، که هیچ چیز نیابی حلال جز خونش. من حتی با کشتن امثال ری شهری و خلخالی و آذری قومی و تبسی و جنتی و خامنه‌ای هم مخالف، چون مناسبت داره برای این روز جهانی عید. یه اطلاعیه است که در سایت کنگره ملیت‌های ایران فدرال هم قرار داده که سازمان‌های حقوق بشر خواستار توقف کمک‌های بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر به ایران شدن. به ایران چند کشور کمک می‌کنن، بلکه دست خود سپاه از بر این مواد مخدر بازی تاریخ که جلو این مواد مخدر رو بگیر. عدالت برای ایران، سازمان‌های بین‌المللی همه با هم علیه اعدام، یک سازمان به همراه 4 سازمان حقوق بشر ایرانی، یعنی سازمان حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران، عرصه سوم و مرکز اسناد حقوق بشر ایران در نامه‌ای به دفتر به اصطلاح مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و کشورهای کمک دهنده به ایران در مبارزه با مواد مخدر خواستار آن شدند که این کمک ها تا زمانی که جمهوری اسلامی اعدام های مرتبط به مواد مخدر را، خیلی هاشون هم اخیران هم یکیشون چیزه گفته که هیچ جرمی نداره، ماشین شد متوقف کردن گفتن اینقدر ماده مخدر کرد، بله که از اینا همه میدونیم بر اومده و بر میاد، بله متوقف بکن. همزمان با 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام، سازمان همه با هم علیه اعدام، یک سازمانیه، سازمان حقوق بشر ایران، بله عرض کردم این 4 تا، به مقامات مسئول سازمان ملل، همچنین دولت نروژ، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، لهستان، بلژیک، ایرلند و ژاپن که سالانه بودجه قابل توجهی به دولت ایران برای مبارزه با مواد مخدر میدن، خواستار مشروط کردن این کمک ها به رعایت حقوق بشر در مورد متهمان مواد مخدر و نیز توقف اجرای حکم هزاران زندانی سیاسی شدند که هم اکنون در زندان‌های ایران بدون برخورداری از حداقل حقوق انسانی در انتظار مرگ به سر می‌برند. در میان کشورهایی که مجازات اعدام را همچنان در قوانین خود لغو نکرده‌اند، از نظر تعداد ایران بعد از چین، اما ایران بیشترین نرخ سرانه اعدام
را از آن خود کرده است نسبت به جمعیت. بسیاری از این اعدام‌ها مخفیانه و بدون اطلاع رسانی توسط منابع رسمی صورت می‌گیرد. طبق گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر که اعدام‌های ایران را از طریق منابع رسمی و غیر رسمی مستند می‌کند، حداقل 650 مورد در سال 2010 و 670 حکم اعدام در سال 2011 سال گذشته اجرا شد. در این زمان، در زمان انتشار این اطلاعیه، حداقل 300 و هنوز 6 ماه نگذشت بود، حداقل 332 نفر در سال 2012 اعدام شدند که بیش از 70% موارد محکومیت جرایم مربوط به مواد مخدر بودند. در بخشی از این نامه که نسخه از آن برای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و نیز شورای حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز ارسال شده است، مقاومت ایرانی، مقامات ایرانی سعی در نشان دادن تأثیر مثبت مجازات اعدام در مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر دارند، در حالی که هیچ دلیل قانع کننده و واضحی در اثبات این ادعای خود ارائه نمی دهند. عرض کردم، اینو نقل کردم در آغاز سخن در قصه. بسیاری از اعدام شدگان نه در رأس شبکه قاچاق که در سطح پایینی از فعالیت قرار داشتند و اعتیاد به مواد مخدر در ایران هم از لحاظ کیفی و کمی همچنان رو به افزایش است. طبق آمار جهانی اخیراً ایران جایگاه دومین کشور با بالاترین سرانه استفاده مواد مخدر را بلا فاصله پس از افغانستان که تولید کنندش هم هست به خود اختصاص داده و نرخ اعتیاد به ویژه اعتیاد به هروئین نفشرده و مخصوصا در میان جوانان روندی رو به رشد دارد. سازمان امضا کنندگان در نهایت خواستار آن شدند که سازمان ها و دولت های کمک کننده از جمهوری اسلامی تضمین بگیرند که از کمک های بین المللی صرفا و مطلقا در پروژه های درمان معتادین و سایر برنامه های مبارزه با قاچاق مواد مخدر غیر از اجرای حکم اعدام استفاده کنند، که متاسفانه اینها اهل هیچ پرنسپی نیستند. بعد در ضمن باز در اون نامه اضافه شده که با توجه به بند 6 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران از امضا کنندگان آن است، در کشورهای مجازات اعدام همچنان لغو نشده، صدور اون حکم باید محدود به مهمترین جرائم شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل به اصطلاح اعلام میکنه که در قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران مجازات ایران اعدام برای حمل یا قاچاق بیش از حد مشخصی از انواع مواد مخدر در نظر گرفته شد بود. الحاقیه سال 1390 به قانون مبارزه با مواد مخدر دامنه جرائم به مجازات اعدام را گسترده تر کرده است. این الحاقیه برای انواع دیگری که زمان احمد جنا سال گذشته تصویب شد از مواد مخدر من جمله حمل و قاچاق بیش از 30 گرم شیشه مجازات اعدام پیش بینی کرده است. یک جور مواد مخدر بسیار خطرناک. بنا به گزارشات سازمان های مدافع حقوق بشر، بسیاری از کسانی که اعدام شده اند با اتهاماتی در رابطه با مواد مخدر دستگیر می شوند و مراحل بازجویی را بدون حضور وکیل پشت سر می گذارند. تحت شکنجه مجبور به اعترافاتی می شوند که بعداً به عنوان شهادت علیه خودشون در دادگاه استفاده می شوند. حق مشاوره حقوقی با یا بازبینی در شواهد حکم را ندارند و بی هیچ حق درخواست تجدید نظر در اعدام محکوم می شوند. و الاخر که من دیگه چیز نمی کنم، متاسفانه به شطور گفتن گردنت کج، گفت کجام رج، و این هم چیز در مورد اعدام بود که خواستم به اصطلاح بیان کرده باشم. آقای بهبهانی عزیز، من در خدمتم اگر دوست عزیز صحبتی باشه. بسیار ممنونم آقای
دکتر از شما سپاسگزارم، امیدوارم که صدای من رو بشنوید. ای صدای من به شما میرسه بفهمید؟ آقای بهبهانی؟ بله بله. در هر حال داستان تراژدی به اصطلاح جمهوری اسلامی ابعاد مختلفی، چه از نظر، یعنی از نظر غارت در صدای منو میشنوید آقای دکتر؟ الو، به اصطلاح بگم که سرسپردگی و تعهد بیش از تخصص اصل براشون، و خامنه ای در برخورد دانشگاهیان گفته بود که بله بفرمایید آقای بهبهانی. عرض کردم صدای من اگر میشنوید شما صدای منو؟ صدای منو میشنوید شما؟ بله. من میخواستم از شما تشکر کنم آقای دکتر و بعد یک سوالی بکنم. با این شرایطی که امروز وجود دارد، یعنی اینکه واقعا ما از شما میخوام بپرسم، در حقیقت یکی این ماجرایی که وضعیت معیشت مردم در ایران و اعتراضاتی که تو این زمینه مردم دارن انجام میدن و این تظاهرات که انجام شد، و یکی حرکت هایی که در بیرون کشور داره صورت میگیره مثل شورای ملی و اینو کارها، میخواستم به طور اجمال نظر شما راجب این دو موضوع بدونم، ببینم که شما راجب این جریان چی فکر میکنید. خوشحال میشم اگه نظرتون رو بفرمایید. حالا ملت ایران با آقای بهبهانی بسیار ممنونم، با ریال چون در از همه ما جمع بندی کردم، با ریال به اصطلاح درآمد دارند، با ریال و تومان و با دلار زندگی میکنند، و جمهوری اسلامی چون به هیچ پرنسیبی واقعا اینها به قول سعدی پایبند نیستند، در اون شعری که گفته، اینها در واقع حتی بعضی از مواد غذایی رو میبرند در آذربایجان و افغانستان، اینا میفروشن، اون رو تبدیل به دلار میکنن و الی آخر کارهایی که، یعنی بانی تمام این مصیبت ها که مرغ یافت نمیشد، آیون میگفتن صدقه بدید، و زلزله میشه صدقه بدید، بله شکمش هم که به قول اون شاعر طاهرزاده، جهان رو خورد و شکمش سیر نشد، اومدیم حق رو پیدا کنیم، آخون نزاشت عنوان ترجمه شعرش به فارسی. بله، به هر حال این متاسفانه ملت ایران تا یک قیام عمومی انجام نگیره از داخل و این رژیم بگم تئوکراسی، زور و بصیرت و بینش این رژیم، همونجور که یک نواری بود شما پخش کرد آقای توکل می اشاره کرد، در واقع میگه که من ولی فقیه معمارم، شما هم عمله منی، ولی این من براشون نوشتم، این در واقع نقطه اصلی مال آقای خمینیه که میگه صغار و مجانین، بچه های صغیر و دو سه ساله همچنان که نیاز به ولی دارن و دیوانه ها، ولی فقیه در حکم اونه که بگه چیکار بکن و چیکار نکن، و طبعا چنین نظامی مصلحتش در اینه که مردم رو همیشه صغیر نگه داره، نذاره به بلوغ برسن و به جایی برسن که بگن که من انسان صاحب حقم و تو با این، اولا فکر علم نیست که اصلا تو اظهار نظر کنی، به گفته آیت الله بروجردی، من یه بار اینجا بحثای اینو کردم، من فکر علم نیست و فقیه عالم نیست اساسا، و بنابراین در اسلام هم چنین دکونی اصلا وجود نداره، چنین مسئله‌ای وجود نداشت، و این رو از دوره زندیه اوائل قاجاریه به وجود اومد، این رساله عملیه و اینا در عالم شیعه هم وجود نداشت، حتی که نسبت به عالم تسنن در خیلی جنبه ها بگم که عقب مانده تره. بله،
ولی واقعیت اینه که متاسفانه ما در ایران این معیشت، این تحریم ها هم با وجود اینها نمیان رژیم رو در واقع، مثلا فرض بفرمایید که ساتلیتش و این تلکومونیکاسیونش و ارتباطات انترنتیشون و غیره رو چیز بکنن، میان و خب نه، تا موقعی که این رژیم، رژیم های ایران دولت های نفتی است، من تکرار میکنم، تا موقعی که نفت رو میفروشه میتونه به حد کافی در آن جامعه ایجاد فقر شده و فقر زده مزدور گیر بیاره که مردم رو سرکوب بکن. بنابراین این رژیم به این صورت ادامه خواهد داشت، مگر اینکه اینها واقعا، من تردید دارم که سیستم های خارجی بخوان این رژیمی رو که سراسر، یعنی هر جور به چرخه به نفعشونه، دوزی هاشون رو میدوزدن میارن این کشورها به قیمت بسیار گران اون مواد رو، اون ایران که نمیسازه، اونا میفروشن، ایران میسازه، مونتاژ میکنه. بنابراین این هم در واقع از اون نظر هم دخله، به کشورهای عربی هم به اضعاف قراردادهای مختلفی رو برای حفظ امنیتشون در و رفع خطر از جمهوری اسلامی براشون از این لولو خورخوره تحمیل میکنن و کردن و خواهن کرد. اینا در کل اینو به وجود آوردن. هویزر اومد محمد رضا شاه پهلوی رو از ایران بیرون کرد برای اینکه خمینی رو، کمربند سبز اسلامی رو روکار بیارن و یک چیز شیعه اسرائیل اونجا برای خاورمیانه ساخته شده که این جنگ تا مدت ها ادامه پیدا بکنه، اونم رولشو خوب بازی کنه. این همون ممکنه یک کردستان بعدی برامون درست بشه، یه فرض بفرمایید که این کشورها را تیکه تیکه کنن به جون هم بندازن، یا اینکه همین لولو خورخوره جمهوری اسلامی رو نگه دارن که به صلاحشونه. من اینجوری میبینم و به هر حال هرچند از اون خط قرمزها مثل هیتلر خیلی گذشت، اما به هر حال بگذاریم. من این فقر و بینوایی تحمیل به جامعه ایرانه و اینها هم همه رو میدونن و میدونن نقطه ضعف این رژیم هم کجاست. نمیخوام، این صحبت منه در مورد این موضوع. موند برای این خارج از کشور، ما با یک، یعنی یک ضرب المثلیه، الان خیلی وقت جوانیم یادم بود، باعث شد یادم بیفته، یادم رفته مال کیه، میگه تجربه نشان میدهد که هیچ کس از تجربه دیگران تجربه نمیاندوزد. تجربه نشان میدهد که هیچ کس از تجربه دیگر، ما ایرانی ها دیگر با دیگران کار ندارن، ما ایرانی ها حداقل در این مورد مصداق این سخن، ما در این 33 سال مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی یه جنبندی نتیجه گیری نکرد. همین جریانی که الان شورای ملی را افتاده، پیش از این مجاهدین انجام داد، شورای ملی مقاومت انجام داد. چی کار کردن؟ اومدن یه شورای ملی مقاومت به وجود آوردن، بعد گفتن آقا این تشریف بیارید تو، یعنی مهمون ما باشید، هر وقت هم خواستیم عذرتون رو بخواد. معنیش اینه دیگه. اینها تا موقعی که ما به این رشد سیاسی نرسیم که در ایران جریان‌های مختلف و تمایلات سیاسی مختلف وجود دارد، این تمایلات سیاسی مختلف بایستی با قبول اختلاف همدیگر در کنار هم بشینن، در یه حد اقلی به توافق برسن، اون شورا شورای دعوت نیست، اون شورا در واقع جمعی است از این تشکل‌ها با یک حداقل به دلیل پی بردن به
این واقعیت بعد از این همه سال که در واقع پراکندگی ما باعث اتحاد اونه، این هم 500 تا امضا یه عدهشون هم امضاهای مستعار نمیدونم، یه فامیل معلوم نیست که هستن، این چیزا شاید من آرزو میکنم به هر حال برای سقوط جمهوری اسلامی این به این نتیجه برسه، هیچ هم باشون مخالف نیستم، ولی به جایی نخواهد. و بعضی از بگم که شخصیت های سیاسی رو هم میسوزونه در این حرکت، به دنبال خودش میکشونن و میسوزون. آقای شهزاده رضا پهلوی که من احترامی براشون قائل هستم بدون تعارف، نه به جریانشون، من نوشتم هم اونجا در نقدی که نوشته بودم گفتم که ترس اینه که با توجه به آقای بهبهانی، با توجه به اون اطرافیانی که چه در آلترناتیو سازی از مجاهدین و چه در این شورا وجود داره، هر دو برای ترسوندن جمهوری اسلامی که از تحریم ها مثلا مجاهدین رو از اون لیست در آوردن و همینطور برای در این کمکی که رسانه های غربی برای این شورا انجام میدن برای ترسوندن جمهوری اسلامی و نشوندن اون به عقب نشینیه. اما واقعیت اینه که ترس اینه که با توجه به ماهیت این پیروان اگه اینا به حکومت برسن بگیم رحمت به کهفان دزد قتل، من این خیلی سریع، واقعیت اینه که انسانهای دموکرات هستن که دموکراسی رو میتونن پیاده بکنن با رفتار دموکرات، و الا من اینو میگم و بقیه بفرمان مهمونید تشریف بیارید چرا واستادید، بهتر از این حرفایی که برای شما زدیم چی میخواید بگید، این به جایی نخواهد رسید، من چندان امیدی ندارم. همین جوری که اون اجلاسایی که به وسیله پالمه، بنیاد پالمه دوتا برگزار شده، اخیراً هم میخوان سومی شده چیز برگزار بکنن، پراک برگزار بکنن که بگم اون صدای شعبه رادیو فردای آمریکا به عنوان صدای آزادی اونجا هست، به هر حال ولو این که نیروهایی هم برن در اونجا شرکت بکنن من تا حال نکرد، اگر کنگره تصمیم بگیره که مثلا کنگره ملیت های ایران فدرال بریم بزنیم اونجا طبعا میریم، اما من مخالفم به هر حال شخصا، هر جا هم برم حرف خودم رو میزنم طبعا، اما واقعیت اینه که چون به جایی نخواهد رسید، من فقط صحبتم اینه که مخاطبان این شورا کی هستن و چه نیروی در داخل دارن، آیا مخاطبان کشورهای بخشی از کشورهای خارجی هست، بعضی از کشورهای خارجی هست اونا نشون بده ما کسی هستیم، یا بودجه این از کجا تامین، این هم یه نقطه دومیست که گره گذاست همیشه در این مسئله، جمهوری اسلامی آیا در بعضی از اینا پشت سر این جریان ها یا جناحای از جمهوری اسلامی پشت سرش هست یا نه، من صراحتا میگم آقای خادم پدرشم کشته شد با زندیات دکتر بختیار کار میکرد در اون نوژه، بعدا با آقای رفسنجانی همکاری کرده پشت سر این جریانی که الان چیز وجود داشت، این پالمه بنیاد پالمه انجام میداد، بخشی از بودجه مالیش آقای خادم چیز میکرد، ما اینجا تعارف نداریم و من اصلا نه مخالفت ابدا این حرفا نیست، ولی در واقع بایستی بدونیم و با آگاهی آیا پشت سرش رفسنجانی قرار داره در مبارزه با خامنه‌ای و چیه، به هر حال
با آگاهی کامل. من چندان امیدی به این چیز ندارم و آقای رضا پهلوی البته به نام این سیاهکاری های عظیمی که جمهوری اسلامی انجام داده، به قول اون شاعر شاه رو که سیاه دل بود روسفید کرده، ولی واقعیت من به اون سیاه دلیش هم اعتقاد ندارم، شاه سیاه دل نبود، ولی به هر حال یک شخصیت وابسته ای بود که با کودتا، یعنی بعد از چیز اشغال ایران، به تایید استالین، فشار استالین، چرچیل و روزولت هم قانع شدن، رو کار اومد و همت محمد علی فروغی خیانت کرد، مصدق انداخت و بعد خواست خدمتی انجام بده، اصلاحات ارضی کندی رو در مقابل آخوند قرار گرفت و متاسفانه آخر کارش به حزب رستاخیز کشید و دست دادن به غربی ها، ولی اون شیر بیال و دم و اشکمی بود. به محض اینکه هایزر اومد، به جای اینکه هایزر رو بیرون کنه و به یک بگم مرگ افتخارآمیز تن در بده، با ذلت مرد. بنابراین این متاسفانه ورثه دزدی هایی که انجام داده بودند از دوره رضا شاه، کتابش رو شما به من فرستادید، بسیار ممنونم. محمد گلی مجد که کتاب بریتانیا و رضا شاه، یکی از غارت که یعنی آخوندها شاگردان خلف اعلی حضرت رضا شاه کبیر است. این کتاب رو بخونید بعد ببینید که من حق دارم یا نه. ماشاءالله خوب می‌دوزد. شاه هم حتی در دوره مصدق اونجا سندی وجود داره که سفیر آمریکا از وزیر خارجه آمریکا میخواد که اجازه بدید پولهای شاه رو که الان نمیشه خارج کنه، ما با جامدونهای دیپلماتیک آمریکا خارج کن. خب آقای رضا پهلوی تا حال هیچ لیستی از اینها بیرون نداده و یه آقایی برای ایشون به نام، من یادم یک نامه سرگشاده نوشته بود به زنده یاد بختیار دکتر علی امینی و آقای شاهزاده رضا پهلوی که اردلان افسر ژاندارمری بود، نوشته بود که به آقای رضا پهلوی گفتم که شما حقوق خودت، پدرت، خانوادت معلوم، ربح 100% هم روش بکش، 53 سال هم مهمون ملت ایران بذار کنار، اضافهش دزدی، اون رو برگردان، نمیگم بده به جمهور، دزدان جمهوری اسلامی، در بانکی بذار، نخست به که خانواده هایی که داغ دیده شدن به خاطر دفاع از شما و پدره، به اون خانواده هایی که اومدن در خارج به حق رو بینوایی افتادن، به خصوص اون افسرها که بسیارشون هم آدم های باشرفی بود. بله، در یک سیستم نادرست. بله، خودشون دوز نبودن یک سر. بله، از اون دون آرتش بود قرباقی، از اون خیلی 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 میشناختم. بله، بنابراین به اونها بده، به خانواده هاشون برس، بعد هم به این حرکت ملی مبارزه. اون وقت اگر چنین کاری بکنی، من مطمئن باش که به ایران برمی. بله، ولی آقای رضا پهلوی گهگاه اعتراف 60 میلیونی رو میکنه، گاهی هم میفرماین که ما از اعانه ملت ایران زندگی میکنیم و فلان، که خسرو اقبال من یادمه در روزگار نو 10 دلار بهش پول فرستاد که حالا که از اعانه زندگی میکنید اینم وصول بکنید، که وصول کرده بود. آقای پوروالی در روزگار نو پاریس چاپ کرد مطلب. بنابراین من تردید دارم که ایشون با این صراحت و شهامت و چیز بتونه برگرد. خیلی سریع میگم، من امیدی به این، من معتقدم یک طور دیگه ای بایستی عمل بشه که همه مخالفان دعوت بشن به یک شورای تشکیل بدن
در اون شورا به حد اقل که اولش ساخت کردن جمهوری اسلامی و اینکه ملت ایران تصمیم گیرنده اصلی خواهد بود که هر کس هم عقیده خودش رو تبلیغ میکنه، من فدرالیزم رو تبلیغ میکنم، اون یکی نمیتونم سانترالیزم رو تبلیغ میکنه، یکی سلطنت رو، یکی جمهوری خواهی رو، یکی مصدق رو، هر کس جریان خودش رو. ولی نخواهیم که دیگری مثل من بیاندیشه، دیگری مثل من باشه. حق داره عقیدهش رو تبلیغ بکنه، اما روی حداقل هایی که حقوق بشره، دموکراسی یعنی آزادی و برابری شهروندان ایرانه. و پیشنهاد من ممکنه چیزهای دیگه ای را اضافه بکنم و این که ملت ایران تصمیم گیرنده اصلی است که چه سیستمی در اونجا پیاده خواهد شد، با ساقط کردن جمهوری اسلامی متحد بشیم و سکولاریسم که در واقع بگم بیان اینه که انسان صغیر وجود ندارد، انسانی که به ولی اونم از نوع فقیهش نیاز داشته باشه وجود نداره. سکولاریسم یعنی دقیقا برابری زن با مرد در توشه و جدایی نهاد دین از نهاد حکومت، یعنی برابری توش از درون، برابری دینی که میشه سکولاریسم، برابری جنسی که میشه برابری زن با مرد، و برابری زبان ها با هم، یعنی آزادی زبان و از بین رفتن این انحصار زبانکشی در ایران، و برابری دینی هم که همون سکولاریسم، بنابراین آزادی هم که مقوله خودشو داره، یعنی مقوله برابری توش اینا خوابیده است. اینا اگه معتقدیم بنویسیم، اون وقت یک شورایی میشه از همه دعوت بشن بدون اینکه مجاهدین با اون 3000 نفرشون ادعای هژمونی طلبی یا آقای رضا پهلوی به تصور اینکه در ایران تعداد خیلی زیادی طرفدار دارن، یا ملیت‌های ایران به جمان اینکه خب من به ملیت‌های آذربایجان منافع اونا را میخوام پس اونا طرفدار من خواهم بود، ایجاد یعنی ادعای به اصطلاح من میگم و بقیه باید گوش کنن رو نداشته باشیم. یعنی ادای ولایت فقیه همه با هم برای من، همه با هم با من نداشته باشیم. به هر حال این فکر میکنم که به جایی میرسه، ولی این امضاها تو خالی هست و در اون سختی اینا نخواهند اومد و اون فایده نخواهد داشت. یکی مرد جنگی به 100,000 دیگر، این سخن فردوسی در مورد جنگ درست. به هر حال برسیم، من باز اگر فرمایشی بود، من این لغت ها عادتم شده، عرض کردم و فرمودن و اینا، صحبتی هست من جواب خواهم داد. عرض کردم و فرمودن و دیگه خوشبختانه شاه که رفته تموم شده، امیدواریم که این شیخ شاه هم به عرضی نداره.